بسم الله الرحمن الرحیم من بنده مؤمنه به فرمان روای آلمیان سید فاطمه روحانی هستم سلام میکنم خدمت بزرگواران و دو مطلب رو اساتید بزرگوارم در چند روز گذشته فرمودن که گفتم خدمتتون عرض کنم مطلب اول فرمودن در مورد روزه حس گشنگی رو به افراد دیگر منتقل کردن که شما برای خداوند قانون روزه را رعایت کنید که نمیخورید اما آن شخص که فقیر است ندارد که بخورد یک حس جابجایی و انتقال از شخص فقیر به شخص ثروتمند و میفرمایند که اگر نمیتوانی بگیری بعدا بگیر یعنی yani مریض هستی بعدا بگیر یا اطعام مساکین کن چند روز را مثلا هر چند روزی رو که شما نگرفتید میتونید بر مبنای اون پولی رو پرداخت کنید به افرادی که میدونید غذا ندارن بخورن و مطلب دیگر برای افرادی که بسیار پرخون هستند تعادل در تن اونها به وجود میاد وقتی شخص روزه میگیرد و آن مواد غذایی در آن ساعت را نمیخورد آن امواج گذشته قطع می شود توجه فرمودید حالش تغییر می کند و افکارش عوض خواهد شد و بعد از ماه رمضان حس می کند مهربانتر شده آرامتر و افتاده تر و برای عید فطر فطریه گذاشتن که افراد ثروتمند برای شکرانه یک ماه عبادت درگاه خداوند سهمی از غذاهایی که خورده برای فقرا بگذارد و تعادلی بین فقیر و غنی قرار بگیرد که حس افراد گرسنه به افراد غنی منتقل شود مطلبی رو هم که دیشب به من فرمودند که من دوباره نوشتم این که در مذاهب دیگر مثل بودایی و یا ادیان دیگر آنها به تنشان زخم میزنند که تب کنند برای تبدیل انرژی های بد به خوب چون بیماری تبدیل کننده انرژی بد به خوب هست و رشد رشد روح و تعالیم برتر می دانند. اما خداوند در قرآن روزه را برای تزکیه نفس گذاشتند که پشتوانه باشد برای افراد بی‌بزاعت و درک فهم بیشتر و ارتباط برقرار کردن با خداوند بزرگ و چشم سوم را باز کردند اما همیشه روزه بودن کلیه شخص رو خراب میکنه این رو هم توجه بفرمایید که خیلی من دیدم میگن ما همیشه روزه ایم خب اون دیگه نمیشه روزه چرا چون شما جابجا جا کردید غذا خوردنتون رو یا کلا برنامه زندگیتون توجه میفرمایین و اگر هم جابجا نکنید در نهایت به همون صورت میشه تا فقط چرخش به وجود میاد اما مواظب کلیه ها باشید همون مدت یک ماه کافی است و عید سعید فطر بر مسلمانان جهان مبارک و از خداوند متعال استدعا دارم از این عید تا عید سال آینده با دستان پرقدرتش آرزوهای همه مسلمین جهان را در تن و امورشان متجلی بفرمایند یارب از شما استدعا دارم هر کس به من التماس دعا گفته هوایجشان را روا بفرمایید و از رحمت و ثروت و قدرت سلامتی و آرامش روح و انرژی های برتر ما شاگردان ما را هم تیف با امواج قدرتت و ثروت سلامتی حسن عاقبت و طول عمر و علوم برتر ماورایی و عزت و بندگی دو دنیا و از ذاکرینت حامدینت ساجدینت شاکرینت و مبلغین خودت قرار بفرما عید سعید فطر مبارک باشه در پناه خداوند بزرگ